وقت به خیر. به تازه ترین بخش خبری کانال کیوسک خوش آمدید. اما تیتر خبرهایی که در ادامه خواهید شنید: افشای سخنرانی مقام ارشد دولت علیه خامنه ای باید برای برکناری توجیه شود. افشای جزئیات محرمانه و جدید از حمله به تأسیسات موشکی هسته‌ای اصفهان. پیش از پرداختن به جزئیات این اخبار، بشنوید از آنچه طی شبانه روز گذشته در خیابان‌ها رخ داد. بر طبق تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شهر آبدانان و جوانان غیور این شهر دیشب حماسه آفریدند. گزارش‌های رسیده حاکی از خروش جوانان آزادیخواه آبدانان ایلام و تشکیل هسته‌های انقلابی در نقاط مختلف این شهر است. تلویزیون‌های خارجی به بازتاب خروش مردم آبدانان پرداختند و گزارش کردند بسیاری از جوانان این شهر مسلح شده‌اند و صدای تیراندازی در شهر به گوش می‌رسد و ماموران حکومتی نیز پا به فرار گذاشتند. دوازده بهمن مقدمه بسیج ملعون پایین کشیده شد. امسال سال سونه، خامنه ای سرنگونه. دوازده بهمن آبدانان. آبدانان به نام الفبای آزادی، آبدانان آزاد شد. به نام الفبای آزادی، آبدانان آزاد شد. آبداران به پرس است، مردم تهران به خیابان بیایید، به خیابان بیایید، مردم تهران، مردم ایران. آبداران شده آماده، فرمان بده شهزاده. علاوه بر این، در شمار زیادی از شهرهای ایران از جمله تهران، کرج، زنندج، مشهد و رفسنجان شعارهای شبانه و تخریب تبلیغات مرتبط با این جشن حکومتی ادامه یافت. اما هموطنان در خوی همچنان در وضعیت بحرانی و اسفباری به سر میبرند و بر طبق جدیدترین اخبار واصله، مردم در این شهر شب گذشته در اعتراض به نبود تجهیزات گرمایشی و چادر و مواد غذایی تجمعات اعتراضی برگزار کردند. از شما هموطنان تقاضا داریم اگر امکان یاری رساندن به این هموطنان را دارید، کمک های خودتون را دریغ نفرمایید. در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم. افشای سخنرانی مقام ارشد دولت علیه خامنه‌ای. خامنه‌ای باید برای برکناری توجیه شود. بر اساس گزارش ایران اینترنشنال، محمد رضا صالحی، معاون پیشین نهاد ریاست جمهوری در دولت روحانی، در جلسه اخیر استانداران دولت حسن روحانی نسبت به فروپاشی درونی نظام جمهوری اسلامی هشدار داد و خواستار توجیه کردن علی خامنه ای و کاهش دامنه اختیارات او شد. اطلاعات ایران اینترنشنال حاکی از آن است که این فایل صوتی مربوط به جلسه‌ای در روز دهم بهمن ماه است و اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت روحانی، هم در آن حضور داشته است. محمد رضا صالحی در دولت روحانی معاون پشتیبانی نهاد ریاست جمهوری بود. او پیش از آن سابقه استانداری در استانهای خراسان شمالی، بوشهر و مازندران را نیز داشته است.
صالحی در بخشی از این فایل صوتی به چند گزینه پیش رو در شرایط کنونی اشاره کرد که اولین آن امید به دخالت خارجی برای براندازی است. او گفت که این راهکار از طریق دخالت نظامی است یا شیبه های مثل دادن وکالت به رضا پهلوی. صالحی دومین گزینه را پیوستن به معترضان و کمک به انقلاب دانست و سومین گزینه را صبر کردن برای گسترش فسادهای اجتماعی و اقتصادی فزاینده و در نهایت فروپاشی نظام از درون. این مقام ارشد سابق جمهوری اسلامی مصوبه اخیر موسوم به مولدسازی اموال دولت با حمایت و دستور خامنه ای را مقدمات این نوع فروپاشی و فساد سیاسی خواند. صالحی در ادامه گفت که از اینها بدتر طرح مجلس برای غیرقانونی کردن نقد و جرم‌انگاری بیان دیدگاه متفاوت از حکمران و همچنین قانونی کردن واگذاری نفت به طلبکاران پروژه هاست. او در ادامه لایحه بودجه سال آینده که از سوی دولت ابراهیم رئیسی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده را موجب گسترش فقر دانست و گفت که در این لایحه افزایش یارانه فقرا 0% است. با این حال او گزینه های مطرح شده را خطرناک توصیف کرد و از اصلاح طلبان و مقام های دولت روحانی خواست برای انقلاب به معترضان نپیوندند. او در این جلسه درخواست توجیه علی خامنه ای و کاهش یافتن اختیارات او و در نهایت برکناری او از مقام ولایت مطلقه فقیه را داد. در بخش دیگری از این فایل صوتی صالحی خطاب به جهانگیری از او خواست که رهبر جمهوری اسلامی را درباره شرایط فعلی کشور توجیه کند، زیرا هیچ راهی جز این نیست. صالحی گفت که خامنه ای 80 سال عمر کرده و در این شرایط باید با او صحبت شود تا تغییر را بپذیرد. او نسبت به دوران پس از مرگ خامنه ای نیز هشدار داد و گفت اگر کارهایی در این دوره نشود معلوم نیست که چه کسی در آینده مثلا جرأت کند رفراندوم برگزار کند. او همچنین خواستار کاهش دامنه اختیارات خامنه ای و تغییر در قانون اساسی جمهوری اسلامی از جمله حذف قید مطلقه در اصل 57 قانون اساسی شد. رابطه اقتصادی با آمریکا، دخالت نکردن نظامیان در سیاست و اجرای شدن برجام از جمله دیگر راهکارهای ارائه شده از سوی این مقام پیشین جمهوری اسلامی در این جلسه بود. این مقام ارشد دولت پیشین جمهوری اسلامی همچنین در بخشی از فایل درباره اعدام معترضان جوان هشدار داد و با کشدار سیستماتیک خواندن آن گفت که دادرسی ها در دادگاه های معترضان و اعدام شدگان عادلانه نبوده است. صالحی گفت که در روزهای ابتدایی پس از کشته شدن مهسا امینی فرمانده نیروی انتظامی خواستار عذرخواهی این نیرو شده بود، اما وزیر کشور مقابل این پیشنهاد او ایستاد و خواستار برخورد با معترضان شد. این مقام پیشین جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به سرکوب شدید معترضان از جمله در گرگان درباره مواجهه با فرماندار این شهرستان گفت به او گفته است که مردم حاضر در خیابان معترض هستند نه اختشاشگر. با این حال او گزینه پیوستن اصلاح طلبان و مقامهای دولت روحانی به معترضان برای انقلاب را خطرناک خواند. در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی نیز حکومت در چندین نوبت با اعتراضات سراسری مردمی در ایران برخورد کرد و دست به کشتار معترضان زد. افشای جزئیات محرمانه و جدید از حمله به تأسیسات موشکی هسته‌ای اصفهان. 4 روز پس از حمله پهپادی به مجتمع نظامی وزارت دفاع حکومت ایران در اصفهان، گمانه‌زنی‌ها درباره چگونگی عملیات، اهداف و واکنش احتمالی حکومت ایران ادامه دارد. اینتلی تایمز بامداد پنجشنبه در گزارشی به نقل از منابعی که نام آنها را ذکر نکرده است نوشت فعالیت مجتمع نظامی وزارت دفاع در اصفهان با برنامه هسته‌ای موشکی حکومت ایران مرتبط بود و ربطی به فعالیت‌های پهپادی یا فعالیت‌های نظامی دیگر ندارد. در این گزارش مجتمع نظامی اصفهان کارگاه متالورژی مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم معرفی شده است. همچنین این امکان مطرح شده است که در این مجتمع نظامی فعالیت‌های در زمینه ساخت کلاهک هسته‌ای با قابلیت حمل موشک شهاب 3 انجام شده است. در گزارش روز دوشنبه نیویورک تایمز نیز به این نکته اشاره شده بود که اصفهان قطب صنایع موشکی حکومت ایران به حساب می‌آید و محل مونتاژ موشک‌های میانبرد شهاب است.
بلومبرگ نیز روز چهارشنبه به نقل از چهار منبع خود از جمله یک دیپلمات اروپایی نوشت حمله پهپادی که در اصفهان انجام شد برای مقام‌های کشورهای خلیج فارس دور از انتظار نبود. به گفته منابع بلومبرگ عملیات اصفهان را میتوان شروع دور تازه‌ای از تلاش‌ها برای مهار جاه‌طلبی‌های هسته‌ای نظامی حکومت ایران به شمار آورد. همزمان روزنامه نیویورک تایمز بامداد پنجشنبه نوشت هرچند هنوز هدف حمله به مرکز نظامی اصفهان روشن نیست، اما اصفهان مرکز تولید، تحقیق و توسعه برنامه موشکی حکومت ایران از جمله مونتاژ موشک‌های بالستیک شهاب است که می‌تواند به اسرائیل و فراتر از آن برسد. روزنامه نیویورک تایمز در بخش دیگری از گزارش روز پنجشنبه ادعای قبلی خود را تکرار کرد و نوشت سرویس اطلاعات خارجی اسرائیل موساد عامل حمله شامگاه شنبه در مرکز اصفهان است. به نوشته نیویورک تایمز، حکومت ایران طی سالهای گذشته به طور مستمر توان موشکی خود را افزایش داده است و اسرائیل نگران است روزی موشک‌های بالستیک حکومت ایران که قادر به حمله کلاهک هسته‌ای شده اند به یک خطر بالقوه تبدیل شوند. بر اساس گزارش مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های راهبردی لندن، اصفهان دو مرکز استقرار موشک و دست کم دو سازمان مرتبط با برنامه موشکی حکومت دارد. این شهر همچنین محل چهار مرکز کوچک تحقیقاتی هسته‌ای به شمار می‌رود. اما به نوشته نیویورک تایمز، به نظر نمی‌رسد مجتمع نظامی که شامگاه شنبه هدف قرار گرفت، با برنامه هسته‌ای حکومت مرتبط باشد. در همین حال روز چهارشنبه وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی حکومت ایران نیروهای کرد مخالف نظام جمهوری اسلامی در کردستان عراق را متهم کرد که به سفارش دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی قطعات پهباد تهاجمی به کار رفته در عملیات اصفهان را وارد ایران کردند. در این گزارش هم به طور مستقیم از اسرائیل نام برده نشده است.